همیهنان گرامی، درود بر شما. در حمله مسلحانه به یک پاسگاه مرزی در کردستان، سه سرباز وظیفه و یک درجه دار جان باختند. ظاهراً گروه پژاک مسئولیت این حمله تروریستی رو به عهده گرفته. ما ضمن تسلیت به خانواده های عزادار این شهیدان نیروهای مسلح، این حمله تروریستی گروه پژاک رو محکوم می‌کنیم. ملت ایران خواستار گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است و اعمال و حرکات تروریستی رو در هر حال و به هر شکل و از طرف هر کسی محکوم می‌کنه. از سوی دیگر در تبریز مردم این شهر به خاطر نگرانی شدید خودشون از خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند که متاسفانه با عکس‌العمل خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی روبرو شدند، عده‌ای زخمی و تعدادی دستگیر شدند. به گفته متخصصان محیط زیست، دریاچه ارومیه در خوشبین‌ترین حالت در 7 سال و در بدبینانه‌ترین حالت ظرف 3 سال خشک خواهد شد و کاملا از بین خواهد رفت. دلایلی که این دریاچه رو به خشکی است، 17 سدی که جمهوری اسلامی بر روی رودخانه هایی که به این دریاچه میریختند زده و مانع از آمدن آب این رودخانه ها به دریاچه شده، همینطور بارندگی هایی که در چند سال گذشته زیاد نبوده اون هم کمکی نکرده. از سوی دیگر روان شدن فاضلاب و زائدات کارخانه های صنعتی به این دریاچه، این دریاچه رو در معرض خطر نابودی کامل و یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی قرار داده و مردم تبریز هم خیلی آگاهانه و هوشیارانه در یک روزی که روز طبیعت نامگذاری شده، 13 به در خواهان رسیدگی به وضعیت اسفناک این دریاچه شدن که متاسفانه با ضرب و شتم نیروهای انتظامی روبرو شدند و همونجوری که خدمتتون گفتم عده‌ای زخمی شدند و حدود 20 نفر هم گویا بازداشت شدند، که ما خواهان آزادی فوری این هموطنانمون هستیم که تنها خواستشون حفاظت از محیط زیستشونه. هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران، یک گزارش جامعی رو از نقض حقوق بشر در سال گذشته، سال 1389 در ایران ارائه داده و بیش از 6 میلیون مورد نقض حقوق بشر در ایران رو گزارش کرده. به خاطر حجم زیاد این گزارش، آمار و تحلیلا، برنامه فردا رو کلن به این گزارش اختصاص خواهیم داد و توجه شما رو فردا به این برنامه جلب میکنم. با آرزوی برقراری حاکمیت ملی، آزادی زندانیان سیاسی، نابود نشدن میراث فرهنگی ملی و طبیعیمون، پاینده ایران.